قربانیان حمله به کوی دانشگاه تهران مجازات شدند، نه عاملین و عامرینان. تا دقیق دیگر با اخبار پنج شنبه 26 خرداد ماه با شما هستیم از رسانه سبز ایران رسا. مهمترین عناوین خبری امشب: برهم زدن مراسم خصوصی سومین روز درگذشت هدی صابر توسط مأموران امنیتی و لباس شخصی ها، درخواست کهنسالترین فعال سیاسی ایران از مراجع برای شکستن سکوت خود نسبت به فجایع اخیر، و تذکر یک نماینده مجلس: عدالت در حکومت حضرت علی شعار نبود، اجرا می شد. سلام و شام بخیر میگیم به شما بینندگان عزیز شبکه رسا با اخبار پنج شنبه 26 خرداد ماه 1390 از رسانه سبز ایران رسا با شما هستیم. من هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما بینندگان محترم، همراه ما باشید تا پایان این بخش خبری. اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به رئیس قوه قضاییه. در دومین سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران، دانشجویان این دانشگاه خطاب به آملی لاریجانی هشدار دادند که قربانیان حمله به کوی دانشگاه مجازات شدند، نه عاملین و عامرینان. به گزارش سایت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی، این تشکل در سالگرد واقعی کوی دانشگاه در نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیت الله آملی لاریجانی ریاست قوه قضاییه خواستار محاکمه و مجازات عاملین اصلی تهاجم به کوی و تبرئه دانشجویان شدند. اعضای این تشکل دانشجویی در سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران صدور احکام قضایی علیه دانشجویان را ظلمی بزرگ دانسته و از اینکه هیچ خبری از اسامی و نام و نشان نیروهای حمله کننده به ساحت مقدس دانشگاه در رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها به چشم نمی‌خورد ابراز تأسف کردند. این بیانیه یک ماه پس از آن صادر شده که غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه گفت که رسیدگی به پرونده کوی دانشگاه خاتمه یافته و احکام 50 متهم این پرونده صادر شده است. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران علوم پزشکی در بیانیه خود آورده است که حاصل پیگیری های انجام شده بعد از حمله به کوی دانشگاه مجازات عاملان اصلی این حادثه نبوده، بلکه عمدتاً این دانشجویان بودند که به دادگاه ها احضار شدند. ماموران امنیتی و لباس شخصی مراسم خصوصی سومین روز درگذشت هدی صابر را برهم زدند. به گزارش رسا، روز گذشته پس از یک روز روزه اعتراضی به شهادت هدی صابر، مراسمی خصوصی در منزل خواهر وی برگزار شد که با مداخله انبوه نیروهای امنیتی به هم خورد. حضور وسیع لباس شخصی ها و موتورسوارهای آنها فضای منطقه را ملتهب و ناامن کرده بود. ماموران امنیتی با دوربین‌های فراوان در محل حاضر شده و از تک تک افرادی که وارد منزل می‌شدند فیلم و عکس می‌گرفتند. افراد زیادی مانند سعید حجاریان، آرمین، خانواده آیت الله طالقانی، فرزند آیت الله بیات، برخی خانواده‌های زندانیان سیاسی با ممانعت مامورین امنیتی نتوانستند وارد خانه شوند. آنها با فیلم برداری و شناسایی افراد وارد شده مرتب از اعضای خانواده می‌خواستند که خانه را تخلیه کنند و برخی را نیز به اسم نام می‌بردند و از خانواده می‌خواستند که آنها حتما باید همکنون خانه را ترک کنند. بر اساس این گزارش بسیاری مجبور شدند بدون صرف افطاری منزل را ترک کنند. فشار ماموران به اعضای خانواده به حدی بود که منجر به هم خوردن حال خواهر بزرگتر شهید صابر و درخواست اورژانس شد. به گفته شاهدان عینی، یکی از تهدیدهای ماموران جلوگیری از مراسم ختم برای این شهید بوده است. کهنسالترین فعال سیاسی ایران به مناسبت درگذشت مهندس عزت الله صحابی و شهادت حال صحابی و هدی صابر پیامی صادر کرد. به گزارش میزان،
احمد صدر حاج سید جوادی در پیام خود ضمن درخواست از مراجع تقلید به انجام وظیفه شرعی و شکستن سکوت در برابر فجایع اخیر، مسئولیت کیفری و شرعی شهادت مظلومانی حال صحابی و خدا صابر و تمامی کسانی که در این دو سال به شهادت رسیدند را بر عهده کل حاکمیت جمهوری اسلامی دانست. در این پیام آمده است: در حکومتی که مدعی اسلامیت است و رئیس قوه قضاییه، وزیر اطلاعات و بسیاری از مقامات آن به شرط اجتهاد جامع و شرایط پذیرای این سمت شدند و حفظ عدالت و ملکه اخلاق نخستین پایه ثبوت و استمرار فقاهت محسوب می شود، آیا وقوع چنین حوادثی مصداق بارز وحن به اسلام و مرجعیت قلمداد نمی شود؟ نماینده تهران تذکر داد: عدالت در حکومت حضرت علی شعار نبود، اجرا می شد. عضو فراکسیون اصولگرایان مدارا کردن و دوستی با مخالفان تا آنجایی که امکان داشت را یکی از خصوصیات روش حکومتداری علی علیه السلام دانست و ادامه داد: این اصول باید در زندگی همه مسئولان کشور مورد توجه قرار گیرد. به گزارش خانه ملت، سید رضا اکرمی با تاکید بر بکارگیری روش‌های حکومتداری امیرالمومنین از سوی مجموعه مسئولان اجرایی کشور گفت: عدالت و آنچه که حق است به عنوان اولین نکته در زمامداری ایشان قابل تأمل است. در این بخش با خبرهای کوتاه همراه شما هستیم. 10 نماینده عضو فراکسیون خط امام مجلس از وزیر دادگستری خواستند تا دلایل فوت مرحوم هدا صابر را بررسی و اعلام کنند. به گزارش پارلمان نیوز، به گفته نمایندگان در خصوص علل درگذشت هدا صابر ابهاماتی وجود دارد که ضروری است تا دستگاه قضایی نسبت به رفع آن اقدام کند. این نمایندگان گفتند که هدا صابر، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی، جمعه گذشته و در شرایطی که در اعتصاب قضا به سر می برد با حمله قلبی منجر به فوت نیز مواجه شد. هنوز دلایل این حمله و چگونگی رسیدگی پزشکی به این زندانی سیاسی معلوم نیست. سید مصطفی تایزاده به مرخصی 3 روزه آمد. به گزارش کلمه، این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بعد از حدود 10 ماه برای چند روز به مرخصی آمده است. معاون سیاسی وزارت کشور دولت سید محمد خاتمی که تابستان گذشته پس از انتشار شکایتنامه از سردار مشفق به زندان بازگشته بود، برای اجرای حکم 6 ساله خود به قرنطینه سپاه منتقل و بیش از 6 ماه در سلول 2 نفره این بند نگهداری شده بود. قالیباف گفت: در تهران بعضی ها حتی پول خرید نان را هم ندارند. به گزارش پارس توریسم، محمد رضا قالیباف گفته که در یکی از مناطق تهران که برای بازدید رفته بودیم، پشت شیشه نانوایی نوشته شده بود نان نسیه داده نمی شود. من به عنوان شهردار شوکه شدم که مگر کسی هم هست که نان نسیه بگیرد. بعد از تحقیقی که انجام دادیم، دیدیم افرادی هستند که پول خرید نان در حد ضروریات خود را هم ندارند. شهردار تهران ادامه داد: باید در جنوب شهر تولید ثروت کنیم که مشکل نان و ورزش مردم برطرف شود. راویان سبز از شبکه‌های اجتماعی فعال در فضای مجازی در فراخوانی از همه ایرانیان دعوت کرده که روایات خود را از وقایع ایران حکایت کنند. به گزارش کلمه، در بخشی از این فراخوان آمده است: صدای ما چه بر پشت بام‌ها و چه در بازخوانی وقایعی که این روزها بر سرزمینمان می‌گذرد، گواه بیداری نسلمان است. 1 روز انتخابات، 2 سال بحران. هنوز رأی‌ها را نشمرده بودند. بازداشت‌ها شروع شد. 22 خرداد 88، چهره‌های مشهور اصلاح طلب فردای انتخابات در زندان بودند. بازداشت‌ها ادامه داشت و اعتراض سبزها گسترده‌تر. دانشجوها و مردم عادی کوچه و خیابان هم به زندان رفتند. شکنجه، تجاوز، قتل. برنامه چهره‌ها از مبارزان مدنی می‌گوید که در زندان‌ها مقاومت می‌کنند. رنج پس گرفتن رأی و ایستادن در برابر ستم. چهره زندانیان سیاسی در برنامه چهره ها. من فرزانه بزرگور
هر هفته با برنامه چهره ها از تلویزیون رسا. و در ادامه، ادعای احمدی نژاد مبنی بر عدم وجود فقیر در آینده نزدیک در ایران، هشدار یک مدیر درباره استفاده انتخاباتی از اموال کمیته امداد، تعویق راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر به زمانی نامعلوم، افزایش قریب الوقوع نرخ کرایه تاکسی، مترو و اتوبوس و وضعیت وخیم جسمانی ریحانه حاج ابراهیم و مطهر بهرامی، دو زندانی سیاسی محبوس در اوین. احمدی نژاد گفت به زودی اعلام می شود در ایران فقیری وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمود احمدی نژاد گفته دشمنان با توسل به اقداماتی مانند تحریم اقتصادی به دنبال آن بودند که مسیر پیشرفت و شکوفایی ملت ایران را مسدود کنند، اما برخلاف تمام اقدامات و طراحی‌های آنان، امروز ایران به لحاظ سرعت پیشرفت علمی در رده اول جهان قرار دارد. رئیس دولت دهم همچنین با بیان اینکه سلطه‌گران می‌دانند که اگر ملت ایران تصمیم بگیرد تا اقتصاد خود را شکوفا کند، حتما این کار را خواهد کرد. امروز همگان شاهدند به رغم تحریم‌های اقتصادی دشمنان، پیشرفت اقتصادی و عمران و آبادی در ایران مضاعف شده است. وی همچنین با تکرار ادعاهای قبلی خود تاکید کرد امروز میتوان ادعا کرد که در تمام ایران حتی یک نفر وجود ندارد که محتاج نان شب باشد و به فضل الهی در آینده نزدیک اعلام خواهد شد که در سر تا سر ایران فقیری وجود ندارد. مدیر کل کمیته امداد امام خمینی گفت در انتخابات نباید عاقبت خود را فدای دنیای دیگران کنیم و سوء استفاده از نام و اموال امداد به نفع یا ضرر کسی حرام است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالمجید فرهادی اظهار داشت با توجه به نزدیک بودن زمان انتخابات، صرفاً کارها را باید برای رضایت خداوند انجام دهیم و خدمات امداد نباید مورد سوء استفاده شخص یا گروه خاصی قرار گیرد و همه ما وظیفه داریم مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کنیم. مدیر کل کمیته امداد امام خمینی کوکیلو بویرحمت با بیان اینکه کمیته امداد منتسب به رهبری است و اسلام و نظام از هر چیزی مهمتر است، خاطر نشان کرد همه ما باید توجه داشته باشیم که مبادا مدیر یا همکاری از امدادگران با حرکات ناشایست به نام امداد باعث بدنامی این نهاد شود. در یک جمله، عاقبت خود را فدای دنیای دیگران نکنیم و سوء استفاده از موقعیت و اموال کمیته امداد به نفع یا ضرر کاندیدای خاص حرام است و باید از آن پرهیز شود. یادآور می شود مدیریت کمیته امداد که سالهاست در اختیار افراد حزب مؤتلف است، همواره در انتخابات از امکانات این کمیته برای اثرگذاری در انتخابات با فرستادن افراد وابسته به این حزب در مجلس، به ویژه در مناطق محروم که اکثریت مردم تحت پوشش این نهاد هستند، استفاده کرده است. به زودی نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو افزایش می‌یابد. در حالی که مجلس و دولت کماکان مدعی افزایش مجدد نرخ کرایه های حمل و نقل بودند، جعفر تشکری هاشمی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر گفته جزئیات افزایش نرخ کرایه مجدداً در شورای اسلامی شهر تهران در حال بررسی است و پیش بینی می‌کنیم در بخش تاکسیرانی 15%، مترو و اتوبوسرانی نیز 20% افزایش یابد. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اظهار داشت سال گذشته به دلیل افزایش نرخ سوخت باید نرخ کرایه ها افزایش میافت، اما به دلیل تمایل شهرداری ها به همکاری با دولت این افزایش اعمال نشد و این موضوع به سال 90 موکول شد. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اضافه کرد به هر صورت با پیش‌فرض های نرخ ها را تعیین کردیم، گرچه برای امسال هنوز یارانه ها پرداخت نشده است و منتظر این اعتبار هستیم. راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر باز هم به تعویق افتاد. در حالی که رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی از راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر و اتصال برق از این نیروگاه به شبکه سراسری تا 20 فروردین ماه سال جاری خبر داده بود،
روز گذشته اعلام کرد که نمیتواند تاریخ قطعی برای راه اندازی نیروگاه هسته‌ای بوشهر اعلام کند. به گزارش خبرگزاری دانشجویی ایسنا، فریدون عباسی درباره این تأخیر گفته است: فعالیت‌ها در جهت راه اندازی نیروگاه تجربی میباشد و امکان دارد که حین انجام کار مشکلاتی برای این نیروگاه ایجاد شود. هرچند مقامات جمهوری اسلامی بارها تاکید کردند که کرم رایانه‌ای استکسنت به سامانه‌های اصلی نیروگاه اتمی بوشهر صدمه نزده است، اما دیمیتری روگزن نماینده روسیه در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در ماه ژانویه گفته بود که این کرم میتوانست باعث بروز یک فاجعه هسته‌ای مانند چرنوبیل در بوشهر شود. نیروگاه اتمی بوشهر که نخستین نیروگاه هسته‌ای ایران به شمار می‌رود و آغاز ساخت آن به پیش از انقلاب 57 برمی‌گردد، بر پایه قراردادی که در سال 1995 با روسیه امضا شد، قرار بود در ژوئیه 1999 راه اندازی شود، اما هر بار به بهانه‌های مختلف و با وجود دریافت میزان قابل توجهی پول، راه اندازی آن مرتباً به تعویق افتاده است. وضعیت جسمانی دو زندانی سیاسی محبوس در اوین نامساعد گزارش شده است. ریحانه حاج ابراهیم که در بند زنان زندان اوین محبوس می باشد، مدت هاست از بیماری اعصاب رنج می برد و همزمان گزارش رسیده این است که مطهر بهرامی دیگر زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین نیز بیماری های مختلفی دارد که به دلیل عدم رسیدگی و درمان در زندان دچار مشکلات بسیار جدی شده است. به گزارش کانون حمایت از خانوادگان جان باختگان و بازداشتی ها، عدم رسیدگی و بیتوجهی به وضعیت جسمانی و درمانی ریحانه حاج ابراهیم سبب پادرد شدید این زندانی سیاسی شده و زندانیان گفتن که وی اغلب در وضعیتی قرار میگیرد که قادر به راه رفتن و انجام امور یومیه خود نمی باشد و از سایر همبندانش کمک میگیرد. کانون حمایت از خانواده های جانباختگان و بازداشتی ها می افزاید وضعیت فعلی این زندانی سیاسی در شرایطی است که پزشکان گفتند که می بایست در بیمارستان بیرون از زندان معالجه و درمان شود، اما ماموران اداره اطلاعات مانع از درمان وی شدند. ممنونیم که امشب هم با اخبار رسا ما را همراهی کردید. تا فردا شب خدا یار نگهدارتون. خدا نگهدار. شما